همراهان گرامی، ما هر روز قبل از تولید برنامه جدید سعی می‌کنیم که این واژه تکراری اوضاع خراب و رو به زوال رژیم جمهوری اسلامی را دیگر به کار نبریم. به کاربری بی موقع این واژه‌ها ممکن است موجب بی‌حسی مقطعی جامعه به چنین اخباری شود. اما متأسفانه در دو هفته اخیر هر بار خبری جدید به دستمان می‌رسد که نشان دهنده اوضاعی بدتر از روز قبل برای رژیم جمهوری اسلامی و سردمداران ظالم و نادان آن است. اکنون نیز چند خبر تنها در یک روز مخابره شده که جای شکی باقی نمی‌گذارد که خبری بزرگ در راه است و تمام ستون‌های رژیم به لرزه درآمده است. در وصف این خبر همین بس که به نوشته یک روزنامه حکومتی سران قوای رژیم جلسه فوق اضطراری با حضور مهمترین افراد بیت خامنه ای تشکیل دادند. گفتنی است که علی خامنه ای خودش بنا به آخرین به روز رسانی ها هنوز به همراه حسن نصرالله در پناهگاه به سر می برد و به همین دلیل در این جلسه تنها حضور تصویری داشته است. یک دلیل از پخش تصاویر نامربوط و تاریخ گذشته از خامنه ای در صدا و سیما نیز همین می باشد. اما این خبر بزرگ چیست؟ که موجب شده است که چنین جلسه ای فوری برگزار شود. چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است و چرا اینقدر سیر تحولات سریع شده است؟ برای بحث بیشتر در مورد این سوالات و بررسی چند اتفاق مهم شما عزیزان را به ادامه این برنامه دعوت می کنیم. حوادثی در اطراف ایران در جریان است که نمیتوان نسبت به آنها بی تفاوت بود، به ویژه در خلیج فارس و در کشور عراق. علاوه بر پیوند جدید اسرائیل به برخی کشورهای خلیج فارس که عملا امکانات اطلاعاتی و نظامی وسیعی را در اختیار آن کشور قرار میدهد و شک و تردیدهایی که نسبت به روابط ترکیه و اسرائیل و آذربایجان وجود دارد، در عراق نیز روند حوادث به کلی با سالهای گذشته متفاوت شده است. در ماجرای عملیات در منطقه سبز بغداد که سفارت آمریکا در آنجا قرار دارد و باعث آسیب دیدن شماری از مردم عادی منطقه شد، اغلب رسانه‌های بین‌المللی با صراحت عنوان کردند که این نوع عملیات در آخرین هفته‌های حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید و تلاش او برای باقی ماندن در این کاخ بسیار سوال برانگیز است. همچنین برخی دستگیری‌ها در گروه‌های نظامی وابسته به رژیم جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که عوامل نفوذی در این گروه‌ها به شدت فعال شدند و کنترل این گروه‌ها از دست رژیم علی خامنه‌ای تا حدود بسیار زیادی خارج شده است. همچنین خبرگزاری‌های عراقی از پاره شدن شیرازه این گروه‌ها پس از حذف سلیمانی از معادلات منطقه اشاره کرده‌اند و از طرف دیگر گام‌های بلندی که عربستان و ترکیه برای مناسبات اقتصادی، سیاسی و نظامی با عراق برداشته‌اند موجب شده است تا دست رژیم جمهوری اسلامی در عراق از همیشه پایین‌تر باشد، تا حدی که حتی مقتدا صدر به رژیم در مورد مداخلاتش در عراق هشدار می‌دهد. در همین حال الکاظمی نخست وزیر عراق با اشاره به فعالیت گروه‌های شبه نظامی عراقی که اغلب آنها با سپاه پاسداران در ارتباطند گفت که تسلیم ماجراجویی و توطئه نخواهیم شد. مقتدا صدر روحانی شیعه و با نفوذ عراقی نیز گفت که عراق قربانی درگیری ایران و آمریکاست و باید به این وضع پایان داد. همزمان با این اخبار رسانه‌های عراق نوشتند که در پایگاه نظامی آمریکا در اربیل، پایتخت اقلیم کردستان عراق، تحرکات بی سابقه ای آغاز شده است و در بغداد نیز زمزمه تخلیه و تعطیلی سفارت آمریکا گسترش پیدا کرده است. اینها تنها یک سوی ماجرا بود. این اخبار را در نظر داشته باشید تا به چند بحران دیگر که موجب تشکیل جلسه اضطراری خامنه‌ای، آن هم از یک پناهگاه با سران نظام شده است، بپردازیم. عبدالله شهبازی، مفسر و محقق تاریخ معاصر ایران، نیز توییت زیر را منتشر کرده است.
او گفته است که 15 آبان هشدار دادم و نوشتم که تا 20 ژانویه مطابق با اول بهمن 1399 زمان انتقال دولت از ترامپ به جو بایدن احتمال توطئه‌های جدی متصور است. برخی جریانات ایرانی مستقر در درون کشور که از باندهای قدرت هستند قصد دارند که در فاصله انتقال قدرت به بایدن با بروز خرابکاری‌های پیچیده و مافیایی به ایجاد مشکل در منطقه بپردازند و مواجهه با آنها به درایت بسیار نیاز دارد. البته با توجه به جایگاهی که این مفسر شبه حکومتی دارد معلوم نیست که آیا واقعاً این تصمیم یک جریان خودسر است یا تصمیم اصل رژیم جمهوری اسلامی است و می‌خواهند آن را به گردن جریانات خودسر داخلی بیندازند. او گفته که روزهای باقی مانده تا 20 ژانویه یا همان اول بهمن روزهای بسیار حساسی است و باید برخی تحرکات در منطقه به ویژه عراق و نیز در آمریکا را جدی گرفت و با درایت فراوان به پیش رفت. تقریبا همزمان با همین اخبار و تفسیرها دو حادثه در آمریکا و سپس در عربستان روی داده است که حداقل حادثه ایالات متحده آمریکا تا کنون سابقه نداشته است و نکته مهم تفسیری آن است که رسانه‌های آمریکا درباره مشابهت این اتفاق با آنچه در عربستان رخ داده مطرح کردند. با این وصف شاید انگشت اتهام درباره این دو ماجرا به سوی رژیم جمهوری اسلامی دراز شود و بهانه‌ای شود برای همان خبر بزرگی که چند هفته ایست همه از آن خبر می‌دهند. در کنار همه اینها طی چند روز گذشته فیلم‌های کوتاه و متنوعی از دیدارهای غیر رسمی علی خامنه‌ای رهبر رژیم جمهوری اسلامی منتشر شده است و کسی نمی‌داند یا اگر می‌داند نمی‌گوید که انگیزه ناگهانی انتشار این حجم از فیلم چیست و چرا تا کنون منتشر نشده بود. در این فیلم‌ها رهبر رژیم جمهوری اسلامی برعکس دیدارهای رسمی بیشتر شنونده است تا گوینده و آنجا که سخن میگوید نیز اغلب در همسویی با انتقاد کنندگان است. رهبر رژیم نظراتی نیز درباره اوضاع جهان به ویژه درباره دونالد ترامپ میدهد که نشان میدهد این دیدارها چندان هم قدیمی نیست و نظراتی نیز درباره اوضاع ایران و راه حل نجات کشور از بحران مطرح میکند که به سالهای دور مربوط نیست. آنچه که وی درباره اوضاع جهان میگوید واقعیت است، اما به دل مردم نمی نشیند، زیرا باز تا به این واقع بینی را داخل ایران که به شدت طبقاتی شده نمی بینند و عمدتا شاهد حاکمیت پول و رانت و اختلاس و دروغگویی در جمهوری اسلامی هستند. و برعکس آنچه که علی خامنه ای گفته، اکنون اوضاع داخلی ایران در همسویی کامل است با تفاسیری که او از اوضاع جهان ارائه می دهد. در همین دیدارها علی خامنه‌ای با کلماتی آلوده به احساسات روی علاقه‌اش به تک تک مردم ایران تأکید می‌کند که این بخش نیز عمدتاً باید در ارتباط با انگیزه اصلی انتشار فیلم دیدارهای غیر رسمی او و دلیل سرعت انتشار آن در زمان حساس کنونی باشد. در یکی از این دیدارها او در پاسخ به انتقادی که یک جوان دیدار کننده از ادامه سکانداری مردان بالای 80 و حتی 90 ساله و بیگانه با نسل بعد از انقلاب میگوید که اگر رئیس جمهور یک جوان باشد خواه ناخواه کادر جوان را انتخاب می کند و در نتیجه دستگاه دولتی جوان می شود و مشکل حل می شود. جالب اینجاست که در اینجا نیز او روی دولت و مجلس متمرکز می شود و نه کل نظام و چنین وانمود می کند که گویی نمی داند که مشکل مردم ایران اصل رژیم ولایت فقیه است. به هر صورت با این گونه ترفندها سعی شده است که خامنه ای در این فیلم ها انتقاد پذیر و در دسترس مردم نشان داده شود که البته گزارش های رسانه های لندن نشین نیز در القای این هدف کم تأثیر نبوده است. گفتنی است که چند هفته ای از روزی که خبر فرار علی خامنه ای به همراه حسن نصرالله به یک پناهگاه در شمال شرق کشور منتشر شد نیز می گذرد. پس از آن خبر که ما هم اعلام کردیم که در آینده موجب می شود که دیگر خامنه ای به سادگی جلوی دوربین ها مشاهده نشود، به دلیل عدم حضور او
شایعه مرگ او بسیار قوت گرفت و اکنون یکی از دلایل انتشار چنین ویدیوهایی بی ربط از او میتواند انحراف افکار عمومی از نبود خامنه ای در انظار عوام باشد. اما قبل از اینکه به خبر جلسه سران رژیم برسیم، باید اشاره کنیم که همچنین به گزارش بسیاری از خبرگزاری ها، اسماعیل قاآنی فرمانده سپاه قدس و تعداد دیگری از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چهارشنبه 3 دی ماه به صورت مخفیانه وارد بغداد شدند و با هادی العامری از مسئولان هشت شعبی و قیس خزعلی فرمانده گروه اصائب اهل حق و تعداد دیگری از عراقی های وابسته به رژیم جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کردند. منابع مطلع در بغداد به خبرگزاری ها گفتند که سپاه پاسداران در حال سازماندهی گروه های شبه نظامی عراقی برای اقدامات جدید علیه پایگاه های آمریکایی در تاریخ 20 ژانویه همراه با پایان دوره پرزیدنت ترامپ است. در این راستا روز چهارشنبه 26 آذر هواپیمای بوئینگ 747 کارگو باربری نیروی هوایی رجیستر شرکت هواپیمای کاسپیان در رمپ نیروی هوایی فرودگاه مهرآباد مقادیر قابل توجهی ادوات نظامی را بارگیری و به مقصد استان رمادی عراق انتقال داد و سپس در برگشت به فرودگاه خمینی بازگشته است. اطلاعات این پرواز را می توانید به سادگی در سایت های پیگیری پروازها مشاهده کنید. در کنار همه این اخبار، روز گذشته خبری مبنی بر اعلام شرایط جنگی در تهران منتشر کردیم که توصیه می کنیم حتما آن را اگر تا کنون ندیده اید ببینید. در این خبر آمده بود که در شرایطی که به سالگرد ماجرای قاسم سلیمانی نزدیک می شویم، برخی تهرانی هایی که از جی پی اس استفاده می کنند با پدیده ی عجیبی مواجه شدند. برای مثال کاربری در توییتر نوشته بود که امروز رفتم توچال و نگاه کردم که جی پی اس گوشی به جای کوه مسیر من را روی باند فرودگاه مهرآباد ثبت کرده است. و پس از آن نیز گفتیم که زمانی که خطر اقدام نظامی در یک منطقه به وضعیت هشدار یا وضعیت جنگی میرسد، مراجع نظامی از دستگاه‌های جمینگ جی پی اس برای ایجاد خطا در سامانه‌های مهاجم استفاده می‌کنند و این موجب خطا در وسایل مسیریابی می‌شود و رژیم جمهوری اسلامی نیز چند سالی است که دستگاه‌های جمینگ را از روسیه آورده و اکنون شدیداً در حال استفاده از آنها است. جا دارد که اشاره کنیم که اگر خبر مربوط به حادثه برای کوهنوردان در توچال را شنیده باشید، احتمالاً پی خواهید برد که این افراد احتمال دارد به دلیل همین اقدامات متاسفانه و احتمالاً نتوانسته باشند در کولاک مسیریابی کنند و اسیر بهمن شده باشند. اکنون شاید با مرور اخباری که راجع به آنها سخن رفت برای شما هم واضح شده باشد که دلیل تشکیل جلسه فوری سران رژیم جمهوری اسلامی چه میتواند باشد؟ مطابق اخبار رسیده، در جلسه ای که سلامی، شمخانی، رئیسی، مجتبی خامنه‌ای و همچنین گلپایگانی رئیس دفتر خامنه‌ای و چند تن دیگر از مقامات بلند پایه رژیم حضور داشتند، این بار علی خامنه‌ای شخصا نیز به صورت تصویری در این جلسه حضور یافته تا به نوعی راهی برای برون رفت از بحران کنونی بیابند. بحرانی که چند ضلع دارد. یک ضلع آن سیاسی، ضلع دیگر آن اوضاع بی سابقه و اسفناک اقتصادی و ضلع دیگر آن جامعه است که می‌بیند رژیم جمهوری اسلامی حتی در تأمین یک واکسن برای سلامت مردم عاجز است، در حالی که تمامی کشورهای همسایه واکسیناسیون عمومی را شروع کردند. علی خامنه‌ای در سراشیب اتفاقات پیاپی و ناخوشایند برای او و رژیمش نیاز عاجل دارد تا رژیم را جراحی کرد و عناصر سرسپرده تر به خود را در این دوران خطیر بر سر کارها بگمارد. عناصری که مهمترین ویژگی آنها به قول خودش التزام قلبی و عملی به ولایت فقیه و به دایره بیت ولایت است. از این رو مهره های رژیمش را از این غربال عبور می دهد تا در شرایطی که جامعه دستخوش قیام و ناآرامی شد بتواند برای سرکوب به آنها تکیه کند. از خروجی این جلسه اطلاعات دقیقی هنوز در دسترس نیست، اما اطلاعات تایید نشده گویای آن است که احتمالاً
در ماه‌های آینده یک زلزله سیاسی در سطح سران رژیم جمهوری اسلامی رخ خواهد داد. به علاوه اینکه گویا خامنه‌ای که گفته می‌شود حال جسمی او چندان مساعد نیست، از سپاهیان خواسته تا به نوعی شرایط را کنترل کنند که بتوانند بدون هزینه یک جنگ که قطعاً نتیجه آن فروپاشی رژیم علی خامنه است، بحث انتقام سخت را که همچون پتکی بر سر رژیم است به انجام برسانند. آنها باید در برابر طرفدارانشان پاسخگو باشند. حال باید دید که چگونه رژیم جمهوری اسلامی میتواند هم طرفدارانش را از این نظر راضی نگاه دارد و هم همزمان از جنگی که از رگ گردن به رژیم نزدیکتر است بگذرد. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.